همینان عزیز، در باب تروریسم اسلامی هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو در شماره 1309 درباره اسلام، البته به طنز، نوشت اسلام دین صلح جاودانه و کاریکاتور این نشریه نشان می‌دهد که این صلح جاودان بر روی جسد قربانیان تروریسم اسلامی قرار گرفته است. به معنای دیگر صلح اسلامی همانا مرگ دیگران است. آیا پیام این طرح قلوامیز و غیر مسئولانه براستی نامسئولانه است؟ هرگز. این را آقای دکتر جلال ایجادی نوشته است و میگوید من میگویم که اسلام دین استعماری است و دلیل این گفته همانا تاریخ تجاوز اعراب مسلمان شده به ایران، تخریب آبادی و تخریب معماری هنر توسط مهاجمان، غنیمت و چپاول ثروت‌های این سرزمین متمدن و قصد دقیق آنها برای نابودی ایرانیت بوده است. اسلام نمیتوانست دین صلح باشد، زیرا هدفش تصرف خشونتبار برای به بردگی گرفتن و جمع‌آوری غنیمت ها بود. این گفته متکی به محتوای آیات قرآنی و تمام جنگ های پیامبر و خلفای عرب است. همیانان گرامی، در این برنامه با آقای دکتر جلال ایجادی گفتگو خواهیم داشت. ایشان سه مقاله پی در پی، البته مقاله که چه عرض کنم، میشه گفت رساله، در باب تروریسم اسلامی نوشتن، درباره ایدئولوژی توتالیتر و همچنین عامل انحطاط اسلام. آقای دکتر سلام. مهری عزیز، درود بر شما، درود بر همکاران عزیز شما و همچنین درود بر همه ایرانیان عزیزی که در ایران و خارج کشور هستند و برنامه شما رو تعقیب میکنند. و به هر حال من از اینجا و به خاطر دعوتی که از من میکنید و امشب هم مجددا تکرار میشه ازتون تشکر میکنم و این واقعا فعالیت شما و این نوع محتوایی که در کار برنامه رسانه‌ای خودتون قرار میدید، باور کنید که جزء نیازهای جامعه ایرانیان هستش. یعنی یکی از نقش‌های اساسی و خوبی که رسانه‌ها باید بازی کنن، اتفاقا اون هم تحلیل مسائل کنونی اقتصاد، سیاست، آموزش و غیر و غیره در جامعه هستش و همچنین مسائلی که در گذشته و در طول دوران بسیار طولانی در ایران مورد برخورد قرار نگرفته و ما در واقع این آتش رو داریم، این تشنگی رو داریم که راجب مطالبی که راجبش بحث علمی نشده باز بشه این بحث. و از جمله با نکته‌ای که شما در ابتدا خوندید، یکی از مسائلی که واقعا مورد توجه من بوده و هست امروز این استش که ما تاریخ خودمون رو، تاریخ ایران رو باید بخونیم و بفهمیم. آنچه که تا به حال گفته شده، خیلی از موارد این تاریخ تحریف شده ای هستش، حالان که تاریخ نویسی یک متد داره، بر اساس تحقیقات باید باشه، بر اساس جانبداری نباید باشه. و این هستش که من از این زاویه از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. آقای دکتر جلال ایجادی، این برنامه کارگردانش یکی از برجسته ترین کارگردانان تلویزیونیست آقای بهروز
مشکینیار که شما بارها با ایشان گفتگو کرده اید. شما سه مقاله نوشتید که به نظرم باید هر ایرانی اونها رو بخونه. حالا ممکن نظر مخالفم داشته باشه، عیبی نداره. یکیش هست تروریسم اسلامی و واکنش غرب، یکی هست اسلام دین توتالیتر، اسلام عامل انحطاط. آقای دکتر بفرمایید که، البته من به شما میگم آقای دکتر، به یاد روزهای میافتم که شما 17 18 سال بیشتر نداشتین و در پاریس خدمتتون رسیدم، تازه دانشجو بودین، هنوز فکر میکنم سال اول رو هم نگذرانده بودید. یک روز در اتوبوس مشغول خواندن لومان بودید و ناگهان برگشتید به من گفتید که من اسم ایران رو در این شماره لومان دیدم. یه چیز کوچیک، اون موقع کسی چیزی درباره ایران نمی نوشت، یه چیز کوچیکی درباره ایران نوشته، حالا یادم نیست چی بود، ولی به اساس شما خیلی شادمان شدید و حالا بر صورت به عنوان یک جامعه شناس برجسته در فرانسه، استاد علوم سیاسی و به حال استاد همچنین بسیاری از علوم جدید هستید. عرض ارادت مجدد میکنم و درخواست میکنم بفرمایید که تروریسم اسلامی، واقعا تروریسم اسلامی وجود داره یا اعمال تروریست ها چنین اسمی براش انتخاب کرده؟ بله، خود مبحث تروریسم و از جمله در شکل داعشی و اسلامی خودش در سالهای اخیر خیلی رایج شده و بحث‌های گوناگونی رو به وجود آورده. حداقل باور کنید که در طی این دو سال اخیر در فرانسه حدود، برای اینکه مسائل من تعقیب میکنم، حدود 100 کتاب یا نوشته شده یا ترجمه شده از زبانهای انگلیسی، آلمانی به فرانسه. و منظورم این هستش که این مطلب یک مطلب بسیار گسترده‌ای هستش. ولی در ارتباط با صحبت که میکنید شما، آقای کارگردان صدا رو یکم بالاتر ببرید لطفا. صدا رو بالاتر ببرید، بسیار خوب. صدای خودمون بالاتر، اینطوری خوبتره. آها آها، بله بله، شاید این بلنگو صداش بالا باشه. درسته، بله بالا بود. الان خوب عزیز من؟ بسیار بله. بنابراین با توجه به این مبحث، اینه که اساساً این پدیده از نظر جامعه شناسی آیا یک پدیده جدیدی هستش؟ طبعاً ما اوج اون رو در این روزها و سالهای اخیر می‌بینیم و در شکل اسلامیش، ولی که اگر یک مقداری به تاریخ برگردیم، این امر به اصطلاح ترور حداقل از اوایل قرن بیستم ما پیوسته شاهدش بودیم، و چه در روسیه چه در اروپا و همچنین در دوران پهلوی هم شاهد ترور از جانب فدایان اسلام بودیم علیه مسئولان حکومت اون زمان، و همچنین حتی در اون دوران نوعی ترورهای دیگه ای که برخی ها بهش گفتن ترور به اصطلاح جنگ اقدامهای چریکی، اون هم در واقع نوعی ترورهای سیاسی بوده که از جانب سازمانهای چریکی اجرا می شد. و بنابراین امروز در این دوران اخیر به خصوص ما حدوداً 50 سازمان و تشکل به اصطلاح در جهان وجود دارن که به امر تروریسم عمل میکنن و اقدام میکنن، و اکثریت این گروه ها گروه های تروریستی هستن که منشأ فکری خودش رو از طریق اسلام برای ما توضیح میدن و پرچم اسلام رو بلند میکنن و غیر و زاره. و بنابراین اینجا قبل از اینکه توضیح بعدی ما بدم، بلافاصله روشن بکنم که بحث بر سر این نیستش که مسلمان تروریست، به هیچ وجه. مسلمانان بسیار بسیار زیادی، اکثریت مسلمانان در جهان و در ایران افرادی هستند که صلح طلب هستند، افراد دموکرات هستند، افراد آرام هستند، افراد صلحجو هستند، و بنابراین در این هیچ گونه شکی نیستش. بحث بر سر شهروندان مسلمان نیست، بحث بر سر این هستش که ریشه های این تروریسم از کجا میاد، سوابق تاریخی چی هستش. و اگر ما به حرفای خود این تروریست ها گوش
گوش بکنیم اینه که به هر حال میگویند که ترور اونها مقدس هستش. چرا؟ به خاطر اینکه در پی زدن افراد و به اصطلاح شهروندان و یا شخصیت های مربوط به جامعه غرب و دنیای غرب هستش. میگویند ما ترور میکنیم به خاطر اینکه در واقع به اصطلاح این دنیای کنونی و از جمله غرب دنیای کفر هستش و بنابراین ما به سوی خلافت اسلامی باید حرکت بکنیم. و از کجا این ایده رو میگیرن؟ ایده اونها به این ترتیب هستش که مطرح میکنن که در زمان پیامبر اسلام، در اون زمان برای استقرار حکومت اسلامی و یا خلافت اسلامی، جنگ علیه یا جهاد علیه کفار، علیه مرتدها، علیه منافقین، علیه به هر حال مخالفین صورت میگرفت، چرا که اونها به اسلام نمیخواستن بیان و به این خاطر هستش که اون جهاد مقدس هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در راستای پیروزی دین اسلام حرکت میکنه. حال اینکه این آیا این همین ها ساخت و پرداخته هستش؟ نه، این ساخت و پرداخته نیست. اونها این جنبه ها رو میگیرند و واقعیت رو بیان میکنند. این در دل اسلام وجود داره و این در ارتباط با جامعه ایران که خودش در حدود 1400 سال پیش به سلام متحمل جنگ هایی بود که از جانب قشون عرب که به اسلام روی آورده بودن تحمیل کرد، این جنگ متحمل شد این جنگ ها رو. و از جمله منابعی که در این زمینه هستش، دوستان میتونن رجوع بکنن به اثر عبدالحسین سرینکوب که به عنوان کتاب دو قرن سکوت هستش. البته منابع دیگه هم هستش، البته میتونم موافق یا مخالف باشم و من هم در حوزه کاری خودم در این زمینه باور کنید بسیار بسیار تحقیق کردم و امروز برای که تموم میکنم در این بخش، این هستش که تاریخ ایران تاریخ بوده که تنظیم شده و گفته شده به خصوص از زمان هجوم عرب که خوش بیاد برای روحانیان، که خوش بیاد برای کسانی که معتقد به دین هستن و بنابراین جدا و دور بوده از معیارهای علمی که به اصطلاح پرداخت بشه، برخورد بشه. زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، این برای به اصطلاح نجات ایرانیان نبود، بلکه به خاطر گرفتن غنیمت بود، به خاطر برده گرفتن بود، به خاطر اینکه بارها این رو دیگه امروز محققین ثابت کردن که اساسا اونها روی خوشی با وجود ایرانیت نداشتن. و به این خاطر هستش که این آنچه که در تاریخ ما صورت گرفته، این تروریست های امروز هم میخوان تکرار بکنن و حوزه عمل کرده اونها بیان که ما تمام کشورهای مسلمان و از جمله دنیای غرب هستش. و بنابراین آنچه که تروریست انجام میده یک واقعیت بسیار بسیار خشن و زشتی است و آنچه که تروریست به اون اتکا میکنه به هر حال سوابق تاریخی داره و همچنین سوابق دینی و سنت خاص خودشون داره. آیده شما این سربریدن یا انفجارها، انفجار بمب، این کارهایی که داعش انجام داده، اینها برگرفته از اسلام یا اینکه تعبیرهای خودشونه؟ ببینید ما اگر نگاه بکنیم به در تاریخ اسلام، من به خصوص در یک سلسله مقالات به اصطلاح متعددی که در دو زمینه، یکی در زمینه شیعه‌گری نوشتم و همچنین یک سلسله مقالاتی که در ارتباط با تاریخ خود اسلام نوشتم، اینجا نشون دادم که ببینید در خود حتی کسانی که آیت الله هم این رو کتمان و پوشیده نمی کنن و اون که زمانی که جنگ صورت می گرفت، این جنگ با شمشیر صورت می گرفت، با به اصطلاح آلات قتالی صورت می گرفت که اون زمان در بین قبایل عرب رایج بود و زمانی که اینها می خواستن جنگ بکنن علیه مخالفینش و حتی در به اصطلاح گفته های داستان ها و به روایات اسلامی وجود داره که چگونه پیامبر اسلام و یا علی ابن ابی طالب اینها در واقع بر ارتباط با به اصطلاح دشمنان خودشون وقتی اینا رو شکست میدادن، گردن اینها رو با شمشیر میزدند و این در واقع یک سنتی بوده. این سنت خشن در اون جامعه عرب اون زمان وجود داشته و زمانی هم که جنگ میکردن و از اونجایی که جهادشون جهاد به اصطلاح مقدس بوده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواستن قدرت رو قبضه بکنن، بنابر این سر
بریدن از طریق به اصطلاح خنجر و شمشیر و این گونه ابزار به اصطلاح قتاله وجود داشته در سنت تمام به اصطلاح جنگ هایی که مربوط به امام حسین ذکر میشه یا علی ذکر میشه. علی چگونه به اصطلاح شمشیر ذوالفقار داشته، خب جنگ میکرده و به همین خاطر استش که در واقع این سنت رو هم امروز داعشیان ادامه میدن. البته امروز ما با واقعیت دیگه مواجه هستیم که ابزار و اسلحه ها بسیار متنوع شده، چه بسا حتی جنگ های به اصطلاح مدرن‌تر در دستور اینها قرار گرفته، از مسلسل و حتی از بمب و انواع اقسام امکانات استفاده میکنن و بنابراین این جنبه ایجاد رعب، ایجاد وحشت یکی از خواستای تروریستای و حتی تروریستی که در قدرت باشه یا در غیر قدرت باشه. یادمون باشه زمانی که انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت و این به اصطلاح روحانیت بر سر قدرت آمد، یادمون باشه که جنایاتی در ارتباط با به هر حال مخالفین صورت گرفت، از زمان اعدام‌های ارتشیان دوران پهلوی گرفته تا به اصطلاح مجموعه اعدام هایی که در سالهای 60 صورت گرفت. اینها طبعا اعدام از طریق دار زدن و با مسلسل بود، ولی که امروز یکی از ویژگی‌های سنتی این استش که همین گرفتن و استفاده از شمشیرها برای اینکه ذهنیت جهانی کنونی رو در واقع اینها به هیجان در بیارن و اینها رو در واقع به ناراحتی عجیبی برسن و به این پیام برسونن که ما برای کشتن به اصطلاح مخالفین خودمون از هیچ گونه به اصطلاح اقدامی کوتاهی نخواهیم کرد. آقای دکتر بفهمید که آیا اسلام دستور ویران کردن تمدن‌ها رو داده یا برخی از مسلمانان تندرو مثل داعش چنین اندیشه‌هایی رو رایج کردند؟ بله، این تاریخ کافیه تاریخ رو ما نگاه بکنیم ببینید که شرایط عربستان یک شرایط، یعنی اون موقع البته شبه جزیره حجاز یا شبه جزیره عربی بهش میگفتن، ببینید در اون شبه جزیره عربی ما هیچ گونه تمدن برجسته‌ای رو سراغ نداریم. یعنی تمدن در جنوب در اون منطقه یمن وجود داره، ولی که تمدن‌های بزرگ دو تمدن برجسته وجود داره که در یک سو در واقع تمدن ایرانی وجود داره و دوران ساسانیان هستیم و از سوی دیگه تمدن بیزانس وجود داره. تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی دولت داشتن، یعنی اداره داشتن، یعنی نوع اقتصاد رو هدایت کردن، یعنی آبیاری ها، یعنی نوع پوستخانه داشتن، یعنی نوع تقسیمات کشوری انجام دادن، یعنی نوع به اصطلاح نمایندگان سیاسی رو به این سوی آن سو فرستادن، یعنی یک قدرت سیاسی با یک نظم خاص به اصطلاح هم نظامی هم سیاسی هستش و در ضمن این تمدن با خودش تمدن در زمینه معماری داره، در زمینه خط داره، در زمینه ادبیات داره، در زمینه موزیک داره، همه این مجموعه میشه تمدن. پس بنابراین تمدن در لحظه ای که به اصطلاح تولد اسلام هستش در اون نقطه به اصطلاح شبه جزیره عربستان تمدنی وجود نداشت و زمانی که اینها از شرایط قبیلگی به در دارن میان، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قصد پیامبر اسلام کسب قدرت و تحمیل قدرت بر مجموعه قبایل هستش و بنابراین رابطه خونی که وجود داشت از طریق قبیله قریش با حرکت محمد تبدیل میشه به یک حرکت امتی. یعنی از این به بعد معیار نه بر اساس خون، بر اساس این هستش که چه کسی به سمت دین او حرکت میکنه و دین اون رو میپذیره و به دین اون تسلیم میشه، بنابراین از قبیله به امت حرکت میکنه. و از سوی دیگه زمانی که ما میدونیم در همون لحظه در اون به اصطلاح سنت وقتی که جنگ میشد بحث بستر گرفتن غنیمت، یعنی چپاول تمامی اموال، چپاول به اصطلاح ملک دیگران، چپاول دارایی دیگران، این رسم جنگ قبایل بوده و زمانی که اینها در واقع به ایران حمله میکردن، شما اگر سراغ دارین به من اطلاع بدید، ما در ارتباط با این دوران اولیه اسلام
یعنی زمان محمد، که البته خب زمان عمر در واقع زمان ابوبکر آغاز شد و زمان عمر به هجوم گسترده به ایران منجر شد. شما توجه بکنید، شما آیا میتونید جلوی از تمدنی که اونها باعثش بوده باشند رو در ایران گیر بیارید؟ به هیچ وجه. ولی ما اخباری داریم، آثاری داریم که به عنوان نمونه تیزفون چه شد؟ تیزفون تخریب شد. گفته میشه در ارتباط با مثلا کتابخانه ها یک سلسله خرابی های بزرگی رو عرب های مهاجم به وجود آوردن. در ارتباط با افرادی رو که می آمدن و می گرفتن و به برده تبدیل می کردن، برده یعنی چی؟ یعنی در جامعه اون زمان ایران بردهداری به اون شکلی که به عنوان یک حرکت گسترده و رسم جامعه باشه وجود نداره. ولی که اونها چیزی رو که وارد مناسبات میکنن گرفتن برده هستش و اعمال سیاست خودشون از طریق جانشینان و یا امیران وابستهی به خودشون هستش. بنابراین اونها تمدنی نداشتن و وقتی که میبینن که در کنار این شبه جزیره عربستان دو قدرت بزرگ برجسته ثروتمند بیزانس و امپراتوری پارس وجود داره و اینها تجلی ثروت، تجلی قدرت، تجلی تمدن هستن، برای این جمعیت بیابانی، برای این جمعیت حریص، برای این جمعیتی که به سوی گرفتن به اصطلاح غنیمت و به اصطلاح برده گرفتن و تبدیل زنان به زنان برده برای نیازهای جنسیشون هستش، بنابراین راهی دیگه نمیمونه جز تخریب. و به همین خاطر هستش که پیام این قشون و قوای عربی برای این مملکت ایران به هیچ وجه برخلاف آنچه که دیگران گفتن، یعنی به خصوص مسلمانان و به اصطلاح مورخین اسلامی میگن، صلح نبود. به هیچ وجه مردم با دستهای باز به سوی به اصطلاح استقبال نرفت. اونها حرکت خشونت باری را آغاز کرد. البته دسته های مختلفی بودن، در این زمینه تئوری های مختلفی هستش، به خاطر اونها هنوز دارای یک قشون منظم نبودن و به همین خاطر در میان کسانی که حمله کردن از بیابانگردان و افراد راستن و افراد به اصطلاح بگیم سربازان اون به اصطلاح خلفا و مجموعی کسانی که به هر حال حمله کردن، وقتی که رسیدن به این سرزمین تنها چیزی که براشون مهم بود کسب ثروت و تخریب بود. و به این خاطر استش که سنت اسلامی به هیچ وجه سنت تمدنزایی نبوده است، که اون وقت یه بحث دیگه در ارتباط با مراحل بعد برمیگرده، که حالا برمیگرده به سوالاتی که شما خواهید کرد. آقای دکتر ایزدی، بفهمید که آیا دین اسلام رو میتوان یک دکترین ایدئولوژیک تلقی کرد و آیا این ایدئولوژی توتالیتر ایدئولوژی اسلامی؟ بله. ببینید جناب آقای مهری، خیلی متشکرم از سوالاتی رو که مطرح میکنید و این سوالات سوالاتی هستش که جنبه آکادمیک داره. شما در نظر بگید در فرانسه و در غرب اساسا در زمینه مسائل مربوط به یهودیت، در ارتباط با مسائل مربوط به مسیحیت، خرواری از مطالعات و پژوهش‌های علمی صورت گرفته و این دو پدیده، یعنی این دو تا دین، تبدیل شدن به چی؟ به یک موضوع تحقیقاتی. متوجه هستید؟ یعنی انواع اقسام کتاب‌های نقد، انواع اقسام بررسی‌ها صورت گرفت که تک تک این موارد در درون این دو به اصطلاح کتاب دینی رو تبدیل بکنن به یک به اصطلاح موضوع آزمایشگاهی، موضوع اکادمیک، که وارد یک کتاب رو در دست بگیرن و این کتاب رو تحقیق بکنن از کجا آمده، ریشه هاش چی هستش، چه شرایطی رو در درون خودش داره و این رو دیگه به عنوان یک امر به اصطلاح مقدس در نظر بگیره. کتاب زمینی است، کتاب مسئول انسان ها هستش و به این خاطر هستش که از جنبه قدسیت خارج میشه. و صحبت و سوالی که شما میکنید این در ارتباط با قرآن به همین مسئله باید توجه کرد، به خاطر که سنت برخورد به این کتاب مسلمانان سنت برخورد آکادمیک نبوده است. یعنی چیزهایی که در قرآن گفته شده پیوسته در سوی توجیه
و در سوی تبلیغ این کتاب بوده است. حالا که یک کتاب رو شما باید برید در داخلش در اون لحظه تاریخی چگونه تنظیم شده. من در کتابی که زیر به اصطلاح چاپ هستش تا چند ماه دیگه منتشر خواهد شد در اونجا توضیح دادم که چگونه کتاب قرآن پی 200 سال مورد برخورد، باز تولید، دستکاری، تغییرات صورت گرفت تا اینکه قرآن امروزی محصول این 200 سال هستش. یعنی از زمان پیامبر اسلام تا خلفا، تا امویه، تا عباسیان. و به همین خاطر هستش که زایش یک کتاب یک بیان یک تاریخ هستش. و بنابراین آنچه که در ارتباط با سوالی که مطرح میکنید، ما اگر حالا نگاه بکنیم به محتوای این کتاب، میبینیم که این کتاب در واقع یک قدرت رو داره پیوسته تکرار میکنه، قدرت الله هستش. میگه جدای از این زندگی بی‌معناست و زندگی نمیتونه در واقع ادامه پیدا بکنه. و به همین خاطر میگه که دیگران، یعنی دیگران کسان، میگه که ما اهل کتاب رو قبول داریم، ما اهل کتاب. خب منظور چیست؟ منظور در واقع به یهودیت و مسیحیت هستش. ولی که ادامه این بحث در قرآن چی هستش؟ قبول داریم به خاطری که اینها خودشون رو به عنوان ادیان ابراهیمی تلقی میکنن، زیرا اسلام هم خود رو در ادامه این سلسله به اصطلاح ادیان در نظر بگیره. ولی بارها بارها در قرآن مطرح میشه که تمامی افراد باید به کتاب قرآن بگروند، به اسلام بگروند. یعنی هیچ راه رهایی جز اسلام نمیتونه باشه، حتی برای اون کسانی که دارای در واقع کتاب هستن. و به این حالا دیگرانی که ناباور هستن یا به هر حال گرایشات فکری یا گرایشات مذهبی دیگه‌ای که دارن، راهی بهشون وجود نداره. بنابراین این چیز، این خودش یک هسته از همون مسئله توتالیتاریسم هست. یعنی یک قدرت، قدرت الله، بعد همه به این سمت باید در واقع حرکت بکنن و این تبعیت رو در دستور قرار بدن و این تسلیم رو در واقع باید بپذیرن. و زمانی که در واقع وقتی میگن خداوند به رگ شما، یک رگ گردن شما به شما نزدیکتر هستش، یعنی یک فشار روانی در نزد مسلمان وارد میکنن که تو بر اساس گفته هایی که در قرآن هستش اون باید عمل بکنی و هیچ گونه زیگزاگ در زندگی تو نباید وجود داشته باشه. و به این خاطر هستش که در به اصطلاح کتاب قرآن هیچ گونه شما پلورالیسم به عنوان چندگانگی مذهبی رو که اجازه پیدا بکنه پس از اسلام اجازه داشته باشن نمیبینید. و نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که زمانی که پیامبر اسلام این همه جنگ کرد، زمانی پیامبر اسلام حدود تعداد غزواتی که تاریخدانان مطرح میکنن از جمله تاریخ طبری، حدوداً 40 جنگ، 40 به اصطلاح غزوه که هستش که پیامبر یا مستقیما درش شرکت داشته برای به اصطلاح علیه مخالفین خودش، یا اینکه به هر حال کسانی بودن که از جانب محمد میرفتن. برخی از این جنگ ها جنگ های تدافعی بوده، ولی بسیاری از این جنگ ها جنگ های در واقع تصرف بوده، تسخیر بوده. و به همین خاطر هستش که وقتی که شما اون کلام ابتدایی رو، یعنی جز الله و جز این چیز دیگه رو نباید قبول بکنید، و از سوی دیگه خشونت جز به سلام مساله درون قرآن هستش. قرآن رو من تحریف نمی کنم، هرگز، یک کار علمی، کار تحریف نیست، افراد باید بخونن. و وقتی که شما می خونید باید دقت بکنید به سلام ترجمه های مناسبی وجود داره. حتی ترجمه های قمشه‌ای یکی از ترجمه‌های معتبری هستش که همه مسلمانان در واقع قبول دارن و به هر حال خونده میشه. حالا من خودم انتقاداتی به اصطلاح ترجمه آقای قمشه‌ای دارم، ولی که وقتی که اونجا در آیات مختلف راجع به جنگ صحبت میکنه، وقتی میگه گردن‌ها رو بزنید، وقتی میگه منافقین رو داغون بکنید، وقتی میگه این به اصطلاح از کتف اینا رو ببندید و اینها رو به اصطلاح خنجر بزنید، اینها داستان سرایی من نیست، اینها واقعیت هایی هستش که در درون قرآن وجود داره. منتها چرا؟ به خاطر اینکه قرآن نتیجه محیط و تاریخ خودش هستش. قرآن نتیجه یک لحظه هم
تاریخ ادیان دیگه‌ای درش هستش مانند یهودیت، و هم در واقع تجلی تناقضات بین قبایل و بین خشونت‌هایی که بیان این قبایل وجود داره هستش، و به این خاطر هستش که اون وقت توتالیتر یا توتالیتاریسم هم اون محتواش و هم این در واقع محتوای خشونتباری که در خدمت اون توتالیتاریسم قرار میگه. پس توتالیتاریسم یعنی نفی چنگانگی، یعنی تحمیل کردن یک ایده، تحمیل کردن یک قدرت، و بنابراین پایه های این توتالیتاریسم رو در قرآن ما براحتی میتونیم پیدا بکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. شما یکی از کارشناسان محیط زیست یا زیست بوم هستید، بوم شناسی در فرانسه. بفرمایید آیا در اسلام زیست بوم یا محیط زیست یا زیست بومی وجود دارد؟ به مفهومی که ما مورد نظرمون، به هیچ وجه. ببینید شما به فرض کتاب‌های دینی یا کتاب‌های فلسفی رو که شما نگاه بکنید، چون نتیجه محیط خودشون هستن، از جمله عناصر طبیعت درش وجود داره. به عنوان نمونه شما قرآن رو که وقتی بررسی میکنید میبینید که درش به فرض از زمین صحبت میشه، از شتر صحبت میشه، از زیتون صحبت میشه، از مواد خوراکی صحبت میشه، از حیوانات صحبت میشه، و اینها اجزای طبیعت هستن. ولیکن اون در ارتباط با جامعه معیشتی اون زمان و موقعیت جغرافیایی اون زمان داره این نکات رو توضیح میده. ولی امروز وقتی ما صحبت از مسئله محیط زیست میکنیم، کاملا ما یک نگاه دیگه ای داریم. یعنی چی؟ یعنی که در طول تاریخ بشری از حدود 150 سال پیش به این سو، انسان جامعه جهانی رو، کره زمین رو در برابر یک خطر عظیم قرار داده. و چرا؟ به خاطر اینکه با تولیدات صنعتی، با استفاده از مواد صنعتی که به اعتبار سوخت به اصطلاح مواد فسیلی مانند نفت و گاز و غیر و ذالک هستش، و اینها همه این تلاش عجیب و غریب و بی سابقه در طول تاریخ بشری منجر به این شده که اکلیب یا اون تعادل هستی به هم بخوره. یعنی چی؟ یعنی در همین روزهای اخیر هم ما شاهدش هستیم. ببینید که چگونه ناگواری ها و تلاطم هایی که در طبیعت وجود داره و یا در ایران ما وجود داره، به شدت اینا هرچی که ما جلو میریم این ناگواری ها در واقع افزایش پیدا میکنه. بنابراین محیط زیست به این معنا هستش، و این به عنوان یک دکترین شد، به عنوان یک بینش شد. از حدود من در این زمینه تحقیق کردم و در کتاب دیگه‌ای که باز اون هم زیر چاپ هستش، که تمام این تئوری های محیط زیستی رو طی دو قرن مورد برخورد و بررسی قرار دادم. یعنی از لحظه ای که بسیار متفکرین به طبیعت فکر میکردن تا امروز که به یک نگاه و یک بینش عمومی جهانی فکر میکنن مورد بررسی قرار دادم، و به این نتیجه از جمله نتایج این هستش که امروز کلن ما در جهان خودمون نگاهمون به طبیعت رو باید تغییر بدیم. نگاه انسان بر طبیعت این بوده که بر طبیعت سوار بشه و تا اونجایی که میسر هستش به کوتاه‌ترین موقع و وقت این رو در واقع از بین ببره برای مصرف حریصانه خودش، و بنابراین براش اهمیت نداشته باشه کیفیت آب، کیفیت طبیعت، به مسئله زندگی جانوران، زندگی پرندگان و غیر و غیره. و امروز تمام آلودگی‌هایی که هست در جهان هستش، در ایران هستش، این نتیجه به هم خوردن اون است. پس بنابراین در ارتباط با سوالی که شما مطرح می‌کنید، به هیچ وجه در اسلام نگاه مربوط به اکولوژی و یا طرفداری از محیط زیست وجود نداره، و بنابراین ما باید ذهن خودمون رو باز بکنیم از طریق پرداختن به تئوری‌های جدید، به سیاست‌های جدید. کتاب‌های جدید رو باید بخونیم، برنامه‌هایی که در تلویزیون و از جمله تلویزیون اندیشه گذاشته شده به اونها توجه بکنیم. امروز خوشبختانه در سایت‌های مختلف یک به اصطلاح سایت یا به اصطلاح فصل یا تریبون مخصوص محیط زیست به وجود آمده. پس بنابراین محیط زیست به هیچ وجه در قرآن نیست، و کسانی که میگن که در قرآن همه چیز آمده است، این فقط یک دروغ خیلی به اصطلاح عجیب و غریبی هستش، و مردم ما و شهروندان ما به هیچ وجه نباید در واقع این تو این اشتباه بیفتن. در قرآن نمیتونه امروز
تمام کشفیات علم و توضیح بده به هیچ وجه. پیوسته اسلامی ها میگه در قرآن همه چیز اومده. خب اگر همه چیز اومده، پس چرا تمام کشورهای اسلامی از بدبخترین کشورهای جهان هستند؟ آقا اینطوری نیست، اینطوری نیست. ما امروز نگاه بکنیم میزان به اصطلاح تقسیم جوایز به اصطلاح نوبل که در زمینه‌های مختلف شیمی، فیزیک، ماتماتیک و البته ماتماتیک نوبل نیستش، ریاضیات، در زمینه‌های بیولوژی، در زمینه‌های گوناگون، اینها توسط چه کسی به اصطلاح بهشون میرسه؟ اغلب اینها از دانشمندان جهان غرب، دانشمندان اروپا، آمریکا، استرالیا، اسرائیل و غیر ذلک هستند. و بنابراین یک نمونه مشخص خیلی ساده هستش که در جوامع اسلامی چون هی مرتب میگن ما همه چی داریم و همه چی داریم، این بیان این هستش که خیلی چیزا در این کشور متاسف در زمینه علمی و به اصطلاح تکنولوژی وجود نداره و این نتیجه محصول تجربه بشری به خصوص در جهان غرب هستش. آقای دکتر ایجادی، اولا میخواستم عرض کنم خدمتتون که به نظر من شما بیش از 200 مقاله در باب سیاست، محیط زیست و اسلام شناسی چاپ کردی. آیا امکان داره این مقاله ها رو یک جا در یک کتاب منتشر کنید که همه بتوانند یک جا از این ایده ها استفاده کنند؟ اگر خاطرتون باشه یک کتاب رو حدود یک سال و نیم پیش منتشر کردم تحت عنوان تحلیل جامعه شناسی از شرایط جامعه ایران و جنبه های مختلف رو توضیح دادم که برخی از اون نوشته ها در ضمن در درون مقالات هم بودش این حرفا. و نکته‌ای که شما مطرح میکنید کاملا صحیح هستش. الان همطور که خدمتون عرض کردم کتابی که زیر چاپ هستش در ارتباط با تحت این عنوان هستش، به اصطلاح تاریخ شکل‌گیری و هرمنوتیک قرآن، و این در ارتباط با همونطور که نکته‌ای که گفتم چگونه هرمنوتیک قرآن هستش که البته برخی جنبه‌هاش رو به شکل مقاله در اومده، ولی کل این به اصطلاح کتاب در ضمن در برگرده مقاله است، ولی صرفاً مقالات نیست بلکه ابعاد گسترده‌تری داره. و یک سلسله مطالب دیگری هم که در زمینه یک کتاب دیگری که همین امروز و فردا، یعنی تا فوقش تا دو هفته دیگه برای انتشارات میفرستم، در ارتباط با نواندیشان دینی در ایران هستند، در ایران هستش، تحت عنوانی که نواندیشان برای روشنایی هستن یا برای ظلمت، ظلمت یا روشنایی، که این هم به زیر چاپ میره. برابر این همطور که شما میگید، و ما یکی از دردهای ما جامعه روشنفکری این هستش که تولید به اندازه کافی نداریم. باید تولید کردش، باید در واقع ما آنچه که در غرب وجود داره رو بفهمیم، نگاه بکنیم و اینو تبدیل به متد و کار متدیک خودمون بکنیم. و بنابراین با توجه به نکته شما، من در جستجوی جمع‌آوری و حتی گسترش اونها به شکل کتاب هستم و اینها پروژه‌ای هستش که در حال انجام شدن هست. موفق باشید. آقای دکتر، مطلبی که می‌خواستم اینجا مطرح بفرمایید، یه 5-6 دقیقه وقت داریم، این است که فرمودید که کشورهای اسلامی همشون در انحطاط و بدبختی و ادوار غلط میزنن. این مربوط به دین میتونه باشه؟ به هر حال ما باید همیشه از نگاه جامعه شناسی جنبه های مختلف رو واقعا باید ببینیم. یعنی یک عامل نیست در آنچه که سرنوشت و یا وضعیت کنونی کشور میتونه باشه اینا. حتما عوامل روانی، عوامل اقتصادی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح تمام هجوم ها در ارتباط با جامعه ایران، اینها نقش های منفی بازی کردن. میزان هجوم های از هجوم مغول ها و تاتار ها و بعد خرابی های اسکندر و هجوم اسلامی های و غیر ذلک که شما در نظر بگیرید، تا جنگ های گوناگونی که صورت گرفت، تا استبدادهای شاهان مختلف و گردن زدن ها، چشم کور کردن ها، این جزء این واقعیت این تاریخ ما هستش. و بنابراین بحث دیالوگ در طول این تاریخ وجود نداشته، پیوسته تخریب وجود داشته. یک جریانی که میامده میخواسته قدرت خودش نشون بده و با قدرت خودش دیگران و یا آثار دیگران رو در واقع تخریب و نابود میکرده. ولی که علیرغم اینکه این
عوامل گوناگون واقعا وجود داره و همچنین یک موقعیت جهانی و همچنین تعرضات بیگانگان در این کشور یا اون کشور، ولی از نظر من در ارتباط با شرایط ایران، دین اسلام در طول تاریخ ایران یک عامل منفی بوده، یک عاملی نبوده که شکوفایی مملکت رو در زمینه تمدن، در زمینه فکر، در زمینه مسائل فرهنگی به وجود بیاره. و آنچه که ما امروز به عنوان تمدن اسلامی در ایران میگیم، این نتیجه آنچه که در قرآن هست نیست، این نتیجه سنت پیامبر اسلام نیست، این نتیجه گفته های امامان نیست، این نتیجه شعور و خلاقیت فرزندانی مملکت و همچنین شعور و خلاقیت هنرمندان ایرانی و همچنین پیوندهای این مملکت با به اصطلاح میراث یونانیا و غیر و غیره بوده است. و به این خاطر هستش که این نوعی التوپ هستش، یک نوعی دزدی تاریخی هستش، که مثلا بگیم که به فرض ارزم اویسن نتی یا ببخشید ابو علی سینا، این به اصطلاح اسلام از اسلامه. نه، ابو علی سینا طبعا یک حکیم بزرگی هستش که در چارچوب اسلام در واقع قلم زده و حرکت کرده، ولی توجه داشته باشیم حرکت او و تلاش او این بود که به نحوی جنبه عقل را در برابر ایمان برجسته تر بکنه، و بنابراین این مطلب در درون قرآن وجود نداره، در سنت پیامبران و سنت امامان وجود نداره، و بنابراین آنچه که ما در طول تاریخ ایران داشتیم این منفی بوده. و این نکته آخرم خدمتتون عرض بکنم، ببینید من تئوری اخیرم که برخی از این مقالات هم بهش توجه داده و توی تیتر هم آوردم، من در مطالعاتی که تا امروز کردم کلمه استعمار رو در ارتباط با اسلام در ایران ندیدم، و خود این یک بحثه دوستان عزیز. یعنی چگونه شما مثلا راجب استعمار آمریکا در ویتنام دارید، راجب استعمار ژاپنیا در چین دارید، راجب استعمار فرانسوی در افریقا و غیر ذاره، این همه مطلب، این همه ادبیات وجوده، ولی راجب استعمار عرب در ایران و تمایل اونها به مستمری کردن به اصطلاح ایران نداشتیم. و ما باید در واقع این تعارف‌ها رو کنار بذاریم، بر پایه یک بحث علمی من اثبات میکنم و در این مقاله از جمله مطرح کردم که آنچه که بر ما واقع شد در واقع یک اقدام استعمارگرانه بوده. این دین آمد که ایران زمین رو مستعمره بکنه، و این رو نباید ازش خوردش، باید نگاه کرد و این تراژدی تاریخ خودمون رو نگاه بکنیم، ببینیم و تا شاید از طریق این برخورد انتقادی بتونیم به اون مسئله مس شدگی خودمون و یا از خود بیگانگی خودمون تا حدودی در واقع غلبه بکنیم و آگاهی‌های لازم رو برای تاریخ و برای امروز و فردای خودمون فراهم بکنیم. آقای دکتر، در پایان نوشتید اسلام عامل انحطاط است، عامل، زیرا این دین در برابر خرد و فلسفه و درک انتقادی همیشه ایستاده است. قرآن فاقد عنصر علمی و نوآوری و خلاقیت فرهنگی و تمدنی است. شما اینجا ریشه اسلام نزدین؟ من قصدم بر سر این هستش که ببینید، حاضرم اگر در برنامه شما در تنظیم بکنید و کسی باشه که این تز منو قبول نداشته باشه، بیاییم متقابلا در برابر استدلال بیاریم. آنچه که در ارتباط با به اصطلاح این نکته که خوندید، من این رو به اتکای تحقیقاتم از قرآن، به اتکای تحقیقاتم در مجموعه سنت اسلامی دارم این رو مطرح میکنم، و بنابراین آنچه که به اصطلاح جهان ما رو رشد داد، طبعا خلاقیت انسان ها، طبعا قدرت این که بتونن چیزهای جدید رو تصور بکنم، و همچنین مسئله خردگرایی، مسئله عقلانیت بود، و ما در سنت اسلامی عقلانیت وجود داره، ولی این عقلانیت از کجا میاد؟ از طرف حکمای مانند ابو علی سینا میاد، ولی در اون منابع اصلی قرآنی
وجود نداره. در اون منابع اصلی مجموعه روایاتی که از امامان دوازدهم برخیشون گفته میشه وجود نداره و به همین خاطر هستش که این اسلام، یعنی از ابتداش تا مجموعه این سیستم شیعه‌گریش، هیچ گونه نقش مثبتی در ارتباط با تمدن و فرهنگ شهروندان ما نداشته است. بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، این مقاله های شما رو در زمان حاضر همیهنان ما کجا میتونن پیدا کنن؟ تو اینترنت. خیلی متشکرم از شما. من خوشبختانه اخیرا خبر شدم از طرف یکی از این سایت هایی که مقالات من رو چاپ میکنه که برام گزارش داد، البته خیلی مختصر اینا، که تو این توجه کردن تو این مقالات آخرم، حتی برخی مقالات تا حدود، یعنی کسانی که میان مقاله رو باز میکنن و میخونن، آماری که داده حدود 40,000 نفر اومدن و این مقالات رو میخونن، که از میان این جمعیتی که اومدن 40,000 نفر میخونن، طبعا یه سریشون موافقن، یه سریشون موافقن که میگن ما دوست داریم لایک میزنن، و یه سری دیگه هم این کارو نمیکنن. ولی به هر حال اگر دوستان امکانش براشون وجود داره، میتونن توی به اصطلاح کامپیوتر تا کامپیوتر و روی به اصطلاح گوگل بزنن اسم من رو به فارسی جلال ایجادی، خیلی از این مقالات در اونجا میادش، و یا مستقیما توی سایت های مانند سایت گویا هستش که مرتب این مقالات میادش و اینها در واقع خودشون دارای یک آرشیف هستن، و همچنین تلویزیون های مانند تلویزیون و رسانه شما و برخی رسانه های دیگه باز اینها رو پخش میکنن و اینها رو منتشر میکنن، و بنابراین برای مقالات در لحظه کنونی تمام این سایت ها هستش، و اون جایی که مربوط به کتاب هست، اون کتاب اول رو از طریق الکترونیکی میتونن بخرن، یعنی بنویسن ایجادی به لاتین ایجادی، اینو بزنن میافتن روی سیستم آمازون، و از طریق آمازون میتونن ورسیون الکترونیکی خودش رو، این کتاب رو به دست بیارن، البته بدون اینکه پول بدن، فقط کافی هستش بابت به اصطلاح کسب این ورسیون الکترونیک یک مبلغی به یک انجمنی در ایران، انجمن محیط زیستی، انجمن خیریه بدن، و قبض اون رو به آمازون، از طریق آمازون به ناشر ارسال بکنن، اینها میتونن به راحتی این به اصطلاح کتاب رو دریافت کنن. آقای دکتر، بسیار بسیار ممنونم. خسته نباشید. شما یکی از، چگونه بگویم، یکی از بهترین سخنورهای علوم مدرن هستید. درود بر شما. متشکرم جناب آقای مهدی مهری که با مهر هستی شما پیوسته، و به هر حال از این فرصت مجددا تشکر میکنم، و به امید روزهای بهتر و زیباتر، و به هر حال امید و به اصطلاح اون خوشبینی خودمون رو همیشه نگه داریم، و این امید و خوشبینیمون رو با کار کردن بیشتر توأم بسازیم. درود بر شما آقای دکتر جلال ایجادی، و تشکر میکنم از کارگردان برنامه‌مون آقای بهروز مشکینیار و همه هممیهنانی که به این برنامه های تلویزیون ما توجه می فرمایند. شب و روزتون خوش.